ختم عمل بیانیه سران اتحادیه عرب علیه دخالت‌های رژیم ایران. مایک پنس: استفاده از سلاح شیمیایی را هرگز تحمل نمی‌کنیم. تجمع اعتراضی خانواده‌های قربانیان سانحه هوایی یاسوج. با سلام به بینندگان عزیز، در یک نگاه این ساعت رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. سران اتحادیه عرب در اجلاس خود در زهران عربستان طی بیانیه دخالت رژیم ایران در امور سایر کشورها را محکوم کردند. در بیانیه پایانی آمده است: ما دخالت در امور کشورهای عربی و همچنین تلاش‌های خصمانه را برای ایجاد ناامنی و گسترش درگیری‌های فرقه‌گرایانه و برانگیختن جنگ مذهبی محکوم می‌کنیم. ما از جامعه جهانی خواستار تشدید تحریم‌ها علیه رژیم ایران و شبه نظامیان آن هستیم. ما همچنین خواهان قطع حمایت رژیم ایران از گروه‌های تروریستی و تسلیح شبه نظامیان حوثی به موشک‌های بالستیکی هستیم. در ادامه بیانیه سران اتحادیه عرب تاکید شده است: ما به شدت به کارگیری سلاح ممنوعه شیمیایی توسط رژیم سوریه علیه مردم سوریه را محکوم کرده و از جامعه جهانی می‌خواهیم تا در مقابل این اقدامات بایستد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گرد همایی آمریکای لاتین در پرو گفت: آمریکا و متحدانش هرگز استفاده از سلاح شیمیایی علیه مردان، زنان و کودکان بیگناه در سوریه را تحمل نمی‌کنند. وی به خبرنگاران گفت: قضاوت تاریخ در مورد رژیم ایران و روسیه این خواهد بود که آنها جانب طرف غلط را گرفتند. رژیم ایران نیز مسبب بخشی از حوادث سوریه است. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، گفت: حمله به تأسیسات شیمیایی رژیم سوریه حاوی پیام روشن و قاطعی به رژیم ایران و روسیه بود که دونالد ترامپ اجازه عبور از خط قرمزها را نمی‌دهد. دونالد ترامپ سه هدف را در مورد سوریه تعریف کرده است: اول، شکست شبه نظامیان داعش، دوم، مهار رفتار تهاجمی رژیم ایران در منطقه، و سوم، جلوگیری از تکرار استفاده از سلاح‌های شیمیایی. نیکیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CBS درباره حملات نظامی به رژیم سوریه گفت: این حملات نه اقدامی برای جنگ در سوریه، بلکه پیامی روشن به رژیم ایران و روسیه بود تا درک کنند آمریکا استفاده از سلاح‌های شیمیایی را تحمل نخواهد کرد. جمعی از خانواده‌های قربانیان سانحه هوایی یاسوج روز یکشنبه در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از یافتن اجساد باقی‌مانده قربانیان در مقابل ساختمان هلال احمر رژیم در یاسوج تجمع کردند. از غروب یکشنبه نیروهای یکان ویژه در وحشت از تظاهرات شبانه کشاورزان و مردم اصفهان در فلکه خراسان حضور سنگین پیدا کردند. بنا به خبر دیگری، حوالی ساعت 3 نیمه شب یکشنبه نیروهای بدنام اطلاعات آخوندی به منازل کشاورزان معترض خراسان یورش بردند و تعدادی از آنان را دستگیر کردند. گفته می شود در این یورش وحشیانه 10 نفر از کشاورزان دستگیر شدند. مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی رژیم و چین، به فرار مغزها و سرمایه ها اعتراف کرد و گفت: علاوه بر 1.5 میلیون نفر از ایرانیانی که درخواست مهاجرت دادند، آمارهای بانک مرکزی نیز نشانگر فرار سرمایه هاست. 1.5 میلیون ایرانی در صف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند. حتی مردم عادی و متوسط هم به فکر خرید خانه و ویلا در خارج هستند. در نگاه این ساعت در اینجا به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌ها توجه کنید. خدا نگهدار.